6月28号，伊朗将会举行总统选举，六位总统候选人也开始全力进行竞选活动。候选人之一伊朗副总统哈希米在15号就举行了首场竞选的新闻发布会。他表示，如果自己当选的话，会延续已故总统莱西的外交政策，发展与中国和俄罗斯的友好关系。哈希米当天在新闻发布会上说，他的外交政策路线是向东看，并与地区国家和穆斯林国家互动，通过建设性谈判来与各国保持友好关系，避免冲突。بدون وارد شدن تنش و درگیری با سایر کشورها با کشورهای حتی متخاصم. حسیمی شو 要团结各派建立最强大的政府。ما اجماع باید دور بهترین کسی باشد که و تیمی باشد که بیشترین اجماع رو ایجاد میکنه بیشترین همراهی رو میتونه ایجاد بکنه و قوی ترین دولت رو میتونه تشکیل بده。哈希米强调，若他当选，将与中俄加强政治和经济多方面的合作。یعنی ما با هر کشوری که همپیمان سیاسی دفاعی میشویم، چه روسیه، چه چین، چه سایر کشورها، به خصوص حالا کشورهای همسایه، باید این تبدیل به قراردادهای گسترده بین بخش‌های خصوصی و بخش‌های مردمی دو کشور بشه. یعنی تجار ایرانی، تولید کنندگان ایرانی در روسیه توسعه فعالیت پیدا کنند و بالعکس。竞选活动从9号开始，将持续到26号。六名候选人分别在国家电视台发表讲话，参加圆桌会议，举行电视辩论，阐述自己的内政外交政策。新届选举将在6月28号举行。新政府将是1979年伊斯兰革命胜利后的第14届政府，将在6月底或7月初开始执政，任期4年。凤凰卫视李维正、卡穆森、德海岸报道。